عشق و رسوایی قسمت 17 هم. روز دوم با امیر به خرید رفتم و مقدار زیادی مواد غذایی از قبیل گوشت و مرغ و ماهی و تره بار خریدم و دیگر مشکل غذا پختن نداشتم و سرم بیشتر با گلهای زیبایم گرم شد، در حدی که متوجه نمی شدم شب و روزم چگونه می گذرد. یک روز که امیر به خانه آمد، گفت رئیس کارخانه می خواهد به خاطر ازدواجمان با همسرش به خانه ما بیاید. گفتم بسیار خوب، مطمئن باش پذیرایی خوبی از آنها خواهم کرد. گفت می دانم عزیزم و با رئیس کارخانه هماهنگ کن و آنها را برای شام دعوت کن. گفت عزیزم، تو که زحمت میکشی، بهتر نیست معاون او را هم دعوت کنیم؟ گفتم هر کسی را که دوست داری دعوت کن عزیزم. دو شب بعد که جمعه بود، ما شام مهمان داشتیم. از قبل تدارک مفصلی دیدم و پذیرایی را به سه قسمت مجزا تقسیم کردم. ابتدا پیش غذا، بعد غذای اصلی و سپس دسر برای هر کدام جداگانه، غذاهایی که از مامانم در خانه خودمان و از زهرا خانوم به دستور مادر صادق یاد گرفته بودم تهیه کردم و طوری برنامه ریزی کردم که شباهتی به مهمانی های سنتی خودمان نداشت. به هر حال جمعه غروب که شد، من و امیر لباس های زیبایی پوشیدیم. من موهایم را خیلی ساده از پشت بستم و آرایش ملایمی کردم که مهمانان آمدند. رئیس اداره مردی جنتلمن و بسیار باشعور بود، معاونش نیز به همین ترتیب، اما همسرانشان آنقدر آرایش داشتند و لباسهایی پوشیده بودند مانند این بود که دارند به عروسی می روند و خودشان را به شدت برای من گرفته بودند و کمتر حرف می زدند. من هم شروع به صحبت‌های ادبی و بسیار شیرین کردم که خیلی مورد توجه رئیس کارخانه و معاونش قرار گرفت. سعیم را کردم که با خانم‌های آنها ارتباط برقرار کنم، اما احساس کردم که زنان بسیار کم سوادی هستند و به جز لباس زیبا و آرایش غلیظ چیز دیگری در چنته ندارند. کادوهای خوبی هم برای ما آورده بودند. چقدر دوست داشتم که خانم‌هایی بودند که من میپسندیدم و میتوانستم با آنها دوست شوم. رئیس و معاونش از نحوه پذیرایی من خیلی خوششان آمد و بسیار تشکر و سپاسگزاری کردند. حدود نیمه شب آنها خانه ما را ترک کردند. در طول چند ساعتی که در خانه ما بودند، از ضبط صوت ما موزیک بسیار ملایمی پخش می شد و این هم از کارهایی بود که آنها خیلی خوششان آمد و می گفتند خانه شما آرامش خاصی دارد. گلهای ما به گفته رئیس اولین گلهایی بودند که پای به شهرک سازمانی گذاشته بودند و بسیار مورد توجه آنها قرار گرفتند. با توجه با رفتن آنها، امیر مرا در آغوش گرفت و سپاسگزاری زیادی کرد و گفت مطمئن هستم تو از همه زنان این شهرک برتر خواهی بود و مرتب تعریف می کرد که چگونه رئیس و معاونش به تو با تحسین نگاه می کنند و می خندید. به همسران آنها که با ماسک سنگینی از آرایش به صورتهایشان زده بودند و خودشان را گرفته بودند به او گفتم بس دیگه، زیاد منو لوس نکن. باید بدانی که من زیاد و با آدمهای گوناگون معاشرت کردم و می بایست چنین برخوردی داشته باشم.
این برمیگردد به نوع زندگی انسان‌ها که چگونه و با چه کسانی در رفت و آمد بودند. حالا این خانم‌ها اگر قرار باشد به یک مهمانی بزرگ و یا عروسی مجلل بروند چگونه خواهند رفت؟ خب مسئله ای نیست، خودشان می دانند. راستی امیر جان، خانه ما هنوز کمبود زیادی دارد. امیر متعجب پرسید: من که هرچی نگاه می کنم چیزی کم نداریم. گفتم: هنوز پرده نداریم، باید پرده را به مامان هامان واگذار کنیم. گفت: کرکره هست. گفتم: ولی روی کرکره تور می خواهد. گفت: پروین جان، تو از با سلیقگی گذرانده ای عزیزم، تو شاهکار هستی. خلاصه این که در طول یک ماه ما با چند خانواده آشنا شدیم و یک بار هم منزل آقای رئیس و آقای معاون دعوت شدیم. در این مهمانی ها خانوم ها خیلی تغییر کرده بودند و در لباس پوشیدن و نوع آرایش خیلی محتاط‌تر و رعایت کرده بودند، ساده تر شده بودند. کاملا مشخص بود که نحوه لباس پوشیدن را و آرایش و که نحوه لباس پوشیدن و آرایش من روی آنها اثر گذاشته بود و کم کم در جمع ما مهندسین و کارمندان دیگری اضافه شدند. اما رئیس و معاون کمتر در این جمع ها دیده می شدند. این مهمانی ها باعث می شد که روابط صمیمانه تر شود و با وجودی که همه از اقوامشان دور بودند، این دوستی ها را جایگزین کرده بودند. من و امیر از خانواده هایمان از طریق تلفن ارتباط داشتیم، اما باید به مرکز تلفن که در محبته کارخانه بود مراجعه می کردیم تا بتوانیم با اقواممان صحبت کنیم. تا بالاخره روزی رسید که پدر مادرهای ما تصمیم گرفتند به سراغمان بیایند و تلفنی به امیر که در کارخانه بود و دسترسی به تلفن بیشتر داشت اطلاع دادند. شب که امیر به خانه آمد و این خبر را به من داد، خیلی خوشحال شدم و به جنب و جوش پذیرایی از آنها افتادم. برای پذیرایی از پدر و مادر خودم و امیر تمام سعیم را کردم و خانه را به زیباترین شکل آراسته کردم تا بالاخره اتومبیل پدرم در یک روز بسیار گرم تابستانی جلوی خانه ما توقف کرد و هر چهار نفر پدر و مادرها از آن پیاده شدند. از خوشحالی می‌خواستم پرواز کنم. پدرها و مادرها با سوغات بسیار و هدایای نفیس به خانه ما آمدند و یک هفته پیش ما ماندند. در طول این یک هفته که خیلی سریع گذشت، ما بهترین روزهایمان را گذراندیم. آشپزی را مادرها به عهده گرفتند و پدرها به حیات خانه رسیدگی کردند و نظرات خوبی داشتند. پدرم گلهای داخل گلدانها را بیشتر رسیدگی کرد و زیبایی آنها دوچندان شد و یک بار هم با پدر امیر به قزوین رفتند و چند درخت زیبا با وسایل باغبانی خریدند و باغچه ها را سر و سامان دادند. درخت بید مجنون ما در وسط حیاط بر درختان دیگر که پدرها خریده بودند ریاست می کرد. وقتی گفتم که بید مجنون دارد ریاست می کند، همه خندیدند و گفتند: این جمله را هرگز فراموش نمی کنیم. آنها درختان میوه مثل سیب، آلبالو، گیلاس و آلو خریده بودند و یک درخت انگور که قرار شد طوری بکارند که سنگینی آن روی دیوار قرار بگیرد. پدر امیر برای من از قزوین یک دست میز و صندلی تراس خرید که خیلی به آن نیاز داشتیم و مادرها قول دادند
دفعه بعد که می آیند پرده تور برای من بخرند، بدوزند و بیاورند. من سلیقه مادرم را قبول داشتم و آهسته به او گفتم مامان جون پرده را شما انتخاب کنید. در این یک هفته دوستان جدید ما به دیدن پدر و مادرهای من آمدند و یک بار هم یکی از آنها همه را برای شام به منزلش دعوت کرد. چه روزهای خوبی را پشت سر گذاشتیم. حیف که زود گذشت. به آنها اصرار می کردم که بار دیگر که آمدند خواهران و برادرانم را همراه بیاورند. در هر حال بعد از یک هفته آنها رفتند و ما را تنها گذاشتند. در محبته داشتند زمین بازی درست می کردند و می خواستند وسایل گوناگون ورزشی در آن زمین نصب کنند و من از این مسئله خیلی خوشحال بودم. 2 سال به این ترتیب گذشت. ظرف این 2 سال ما چند بار به تهران نزد خانواده ها رفتیم و آنها نیز چند بار به دیدن ما آمدند. ما در محبته خانه های سازمانی دوستان زیادی پیدا کرده بودیم. از بین مهندسین، کارمندان و کارگران همه با هم دوست نزدیک بودیم و اگر مشکلی برای یک خانواده پیش می آمد، مشکل خودمان می پنداشتیم. گروه های بهار و پاییز و تابستان در محبت شوری برپا بود. همه از خانه بیرون می رفتیم و حداقل تا نزدیک به نیم شب زیر درختانی که هر روز بزرگ و بزرگتر می شدند و چراغ های قشنگ کنار خیابان قدم می زدیم و گفتگو می کردیم. خانوم های رئیس و رؤسا همچنان در خانه هایشان بودند و با ما روی چندان خوشی نداشتند. خانواده های کارگران و کارمندان بسیار صمیمی و مهربان بودند و این گردش های شبانه باعث شده بود که احساس دلتنگی نکنیم و دوری فامیل ها را بهتر تحمل کنیم. چه شبهای قشنگی داشتیم و قدرش را هم می دانستیم. تقاضا کردیم از مسئولین کارخانه که چند نیمکت برای ما زیر درخت ها بگذارند و تقاضای ما خیلی زود قبول و انجام شد. وقتی روی یک نیمکت می نشستیم فوراً صاحب خانه روبروی آن برای ما چای یا نوشیدنی دیگری می آورد. ما یک خانواده بزرگ شده بودیم. همگی خوشحال بودیم و در طول روز با انرژی زیادی کارهای خانه را انجام می دادیم تا آفتاب غروب کند و به خیابان برویم و دور هم جمع شویم. مدرسه هم ساخته شده بود و عده‌ای از بچه ها به مدرسه می رفتند. آموزش و پرورش آن منطقه اعلام کرد که معلم استخدام می کند. من به اتفاق یکی دیگر از خانم‌های مهندسین خودمان را به آموزش و پرورش معرفی کردیم که ابتدا به صورت پیمانی ما را استخدام کردند و کم کم رسمی شدیم. مدیر و چند نفر دیگر هم به عنوان معلم از طرف آموزش و پرورش به ما پیوستند و 6 کلاس ابتدایی مختلط در آنجا تشکیل شد و قول دادند در صورتی که تعداد دانش آموزان به حد نرمال برسد مدرسه را گسترش داده و دبیرستان هم خواهند ساخت. زندگی من و امیر هم خوب می گذشت. امیر وقتی به خانه می آمد از اوضاع کارخانه می گفت. بعضی وقتها از اوضاع راضی بود و بعضی وقتها هم ناراضی و من هم از وضعیت مدرسه و دانش آموزان برایش تعریف می کردم. امیر کم کم برای من از حالت عاشق خارج شده بود و با هم دوست بودیم. من این مسئله را طبیعی می دانستم و پیش خودم می گفتم عشق مال وقتی هست که عاشق از معشوق دور است و
و به او دسترسی ندارد. ولی ما دیگر در کنار هم بودیم و دلیلی برای عاشق بودن نبود. اما روی هم رفته امیر مرد خوبی بود و زندگی قشنگی را با هم می گذراندیم. تنها چیزی که مرا اذیت می کرد علاقه شدید امیر به بچه بود. البته به روی خودش نمی آورد، اما با دیدن بچه ها از خود بی خود می شد و می خواست با تمام وجودش آن بچه را در آغوش بگیرد و بپرستد. خب من بلایی سر خودم آورده بودم زمانی که با صادق زندگی می کردم که هرگز بچه دار نمی شدم و علاقه هم به بچه دار شدن نداشتم. اما به خاطر امیر یک بار که به تهران رفتم به دکترم مراجعه کردم، ولی دکتر گفت امکان بچه دار شدنت خیلی ضعیف است. این را به امیر نگفتم، اما منتظر روزی بودم که بچه دار نشدن کار دستم بدهد. از شغلم راضی بودم با وجودی که حقوقم کم بود، ولی از اینکه استقلال مالی داشتم خیلی راضی بودم و می دانستم که با همین پول کم دستم به سوی هیچ کس، حتی پدر و مادرم، دراز نخواهد شد و هیچ کس بعد از این نتواند مانند صادق مرا با پول بفریبد. زندگی ادامه داشت. دوستان جدیدم معلمینی بودند که به آن مدرسه اعزام شدند و خیلی آنها را دوست داشتم. با دانش آموزانم هم که کلاس ششم ابتدایی بودند تقریبا دوست شده بودم. من آنها را خیلی دوست داشتم و آنها هم مرا خیلی دوست داشتند. با دانش آموزانی که درس نمی خواندند و بازی گوش بودند زیاد صحبت می کردم. صحبت های مادرانه که آنها تحت تأثیر قرار می گرفتند و منجر به آن می شد که همه دانش آموزان با وجودی که امتحان نهایی داشتند قبول شدند و به دبیرستان رفتند. اما ارتباط آنها با من قطع نشد و به دوستانم اضافه شد. چقدر خوشحال و راضی بودم. احساس می کردم همه دانش آموزانم فرزندان من هستند و مادرانه آنها را دوست داشتم. وقتی تعطیلات تابستان می رسید دلم برای آنها تنگ می شد، اما بیشترشان را در گردش و قدم زدن عصرها می دیدم، می بوسیدم و ازشان احوال پرسی می کردم. چقدر خوشبخت بودم که چنین فرزندانی داشتم و خداوند را شاکر بودم. یک روز امیر به من گفت یک خانم ماشین نویس کارخانه استخدام کرده است. زن خوبی به نظر می رسد. دوست داری با او آشنا شوی؟ گفتم صبر کن، به مرور زمان او هم به خیابان می آید و باهاش آشنا می شوم. امیر دیگر حرفی نزد تا مهر ماه شد. از مدرسه و مدرسه دوباره باز شد. من همچنان معلم کلاس ششم بودم. اولین روزی که سر کلاس رفتم برای اینکه با بچه ها آشنا شوم اسم آنها و شغل پدرشان را سوال می کردم. خب همه بچه های کارکنان همان کارخانه بودند و اکثر پدر و مادرهایشان را می شناختم. از میز اول شروع کردم و اسم آنها و شغل پدر را پرسیدم. به میز سوم که رسیدم پسر کوچکی بود که غریبه به نظرم رسید. اسمش را پرسیدم، گفت آریان. شغل پدر؟ گفت پدر ندارم. دلم تکان خورد، برایش ناراحت شدم و پرسیدم پسرم با چه کسی زندگی میکنی؟ گفت خانم، ما تازه به اینجا آمده ایم، مامانم ماشین نویس کارخانه است. گفتم بله بله شناختم. چند خواهر و برادر هستید؟ گفت یک خواهر دارم که کلاس دوم است و یک برادر که کلاس چهارم است.
گفتم عزیزم به این مدرسه خوش آمدی، بفرمایید بنشینید. پس از اتمام آشنایی به فکر فرو رفتم. امیر می گفت دلت می خواهد با این خانوم آشنا شوی؟ خب شاید دلش برای تنهایی او می سوخت یا دوست داشته بچه هایش را ببیند. از این موضوع گذشتم و به کارم ادامه دادم. آن روز چون روز اول کار بود و هنوز برنامه مرتبی نداشتیم، کمی زودتر تعطیل شدیم و به خانه رفتم. در مغزم این سوال دور می زد، چرا امیر می خواست مرا با این خانم آشنا کند؟ بعد به خودم نهیب زدم، یعنی چه؟ من چرا به این بیچاره بند کردم؟ زنی که مسئول سه فرزندش است، باید به او کمک شود. خدا را شکر که در این کارخانه به او کار دادند. خانه آنها در انتهای خانه کارمندان بود و وقتی که کارکنان تعطیل می شدند، چون همه مرد بودند، او را زود می توان شناخت. کنار پنجره ایستاده بودم که کارکنان تعطیل شدند و داشتند به طرف خانه هایشان می رفتند و من خانم ماشین نویس را دیدم که اتفاقا از جلوی پنجره خانه ما رد شد و نگاهی به گلهای پشت پنجره انداخت. مدتی بود که همه پشت پنجره هایشان گل می گذاشتند، اما هیچ کدام از گلها و گلدانها به مرتبی و زیبایی گلهای پشت پنجره ما نبود. پایان قسمت 17.